شکنی است و جزایی جز این ندارد. این فیمان بوی برادر کشی میدهد. این خیانت توست به خاندانت. او در پناه من است ابو لهب. اگر شمشیری از نیام بیرون آید جوابش شمشیر خواهد بود. این عموزاده من حمزه است که روی پوشیده از شهر میگذرد و درشتی میکنند. از غبار راه پوشیدم. با دشمنم چهره به چهره حرف می‌زدم. مرا دشمن خود بخوان. بگو آنچه داری. گوش شنوا و چشم بینایی نمی‌بینم. چشم و گوش مکه منم حمزه. حرفت رو بزن. من خیلی منی هاشو می‌خوام. خیر تو شر تو ابو سفیان. کج راه نرو حمزه. من اگر پای عهدنامه تبعید محمد و پیروانش را مهر نهادم بیم داشتم مبادا محمد با این کار خدایان خون این شهر را به جوش آورد. بازش کنید. مکه خیانتکاران را در خود جای نمیدهد. آن که پناهش داده ای دیگر نمیتواند اینجا بماند. شمایل فردا پیش از غروب آفتاب این شهر را ترک میکنی. در طول 7 سالی که از دعوت پیامبر میگذرد مشرکان تنها و آزار و شکنجه راضی نشدند و در پی آن بودند که پیامبر را به قتل برسانند. این چنین است که محمد و یارانش از مکه بیرون آمدند و به شعب ابی طالب میان 2 کوه نزدیک مکه پناه آوردند. مشرکان نیز راه ورودی شعب را بستند تا بر اساس پیمان نامه‌ای که امضا کرده بودند مانع ورود غذا و کالا و رفت آمده اهالی مکه شدند. این 3 سال است که ما مسلمانان در این دره خوش و با نهایت رنج و تنگ دستی و گرسنگی کودکان به سر میبرید. پیامبر فرمود نوزاد دختر دریست گشوده از درهای بهشت بر روی شما. قدمش مبارک. او نام مادر خود را بر روی دختر شما گذاشت. آمنه. آمنه.
و این خورما را به تبرک داد و فرمود شیر مادر را زیاد میکند. شکر. تا کجا رفتین؟ 5 روز راه بیاسه، دریغ از یک دانه جو، دریغ از یک قبیله بیابانگرد که سکه ما بردارد. خبر تحریم تا دورترین قبایل رسیده. نترس، این آوازه دین خداوند است که پیکایشان ناخواسته به همه جا رساندند. پیامبر در گوش نوزاد زمزمه ای کرد، دلم روشن شد، گشایشی در راه است. سران مکه باور نمی کردند که محمد و یارانش چنین صبر و تحملی را از خود نشان دهند. استقامت مسلمانان باعث شد تا نشانه هایی از تفرقه در میان سران مکه به چشم بخورد. ابو طالب، سران 10 قبیله در دار و ندو گرده هم آمدند به انتظارتان. مراقب خانه پیامبر باشید. علی جان، کار تقسیم تمام شد، پیامبر تنها نماند، در کنارش بمان. به یه چشم بدم. چه جای مخالفت است وقتی همه خواهان فسخ تحریمند؟ من بیشتر از همه دلتنگم برای خیشانم در بنی هاشم. مکه به استقبال محمد می رود اگر خواست بزرگان این است. چشم بر خدای دیدنی می بندیم و دل می سپاریم به خدای نادیده. تو بگو آس، حاضری سفرت را با غلامانت تقسیم کنی؟ تو شام، حاضری زنت به پشتگرمی خدای محمد حرف روی حرف تو بزنم؟ تو میخواهی دکان عیش و نوش کاروانیان را تعطیل کنی؟ پس تو هم پدرانت را انکار کن. همه خدایان زائران را بشکنید و بنشینید به انتظار تا کی کاروانی از این سو بیاید. اگر سود بزرگان در این است، پس یا من همراه شما نباشم. بزرگ قریش، مکه روز می شمارد تا تو را دوباره در جمع خود ببیند. بزرگان هنوز صدر مجلس را به نام تو می شناسند. خوش آمدی ابو طالب. وقت تنگست و گفتنی بسیار. من صدای جمع شوم تا با تو خلاصه کنم. مکه روز به روز بزرگتر می شود و نام‌آورانش کوچکتر. تا همین چند سال پیش این شهر بازرگان بزرگی چون خدیجه داشت. می دانی محمد امروز می توانست در چه جایگاهی باشد؟ نه بالاتر از آن چه هست، برگزیده خداوند. ابو طالب، سمالحج امسال خیلی بیشتر شده. خواستم از جمع جدا شویم چون رازی دارم
که فقط با تو میشود گفت. دل من به دعوت محمد روشن شد، اما میخواهم بدانم او چه بهایی میپردازد تا ابو سفیان به آیینش درآید. ایمان مال تجاره نیست ابو سفیان. او برگزیده خدا باشد، من هم مریدش، با هم هم پیمان میشویم. چه عطری خوشبوتر از دستهای بیعت کننده؟ میشود دل را از ایمانش سرشار کرد، اما جهان این مردمان را نیاشفت. ابو طالب، آیا این مردم خدا ندارند؟ مناسک نمیدانند؟ نگو نه. کافیست محمد خدایش را در دلش نگه دارد و در رونق و عزت شهر سعیم بشود. و تو هم همینطور ابو طالب، با نامت میتوانی همچون گذشته کاروان بزرگ شهر را رونق بدهی. خودت خوب میدانی نشان دادن ثروت مکه بیهوده است. نقاب از آن قصه دیگری که پنهان کرده ای بردار ابن هر. قصه دیگر؟ با من بیا. طاقت این قوم به سر آمده، همه یک رأی و یک پیمان. سپیده که زد از دست من هم کاری ساخته نیست. جنگ قبایل، آنان که خود را به حراکت میفکنند اون بها ندارند. هرگز نه بر خونی پا گذاشتم نه خونی بر دامنم نشسته، مگر اینکه دیگران نشانده باشم. ابو طالب، اگر محمد دست از ادعایش نمی کشد، علی هاشم دست از حمایت او بردارد، آنگاه شمشیری در میان نخواهد بود. و تیغ بر گلوی مرد بی حمایتی بنشیند که پیامبر خداست. وقتی آسیاب جنگ به چرخش در می آید، علی هاشم دانیست میان سنگ زیری نازه بره. مهلت تا آفتاب فرداست. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. أي پیامبر، آیا ندیدی که پروردگار تو با فیل سواران چه کرد؟ آیا نقشه آنان را در مسیر تباهی قرار نداد؟ خداوند گروه گروه پرندگانی را فرستاد تا با سنگهای کوچکی آنان را هدف قرار دادند و سرانجام ایشان را چون برگ خورده شده متلاشی ساخت. Thank you.
بگویم. بگو میمانم. برمیگردم. میبینی؟ در اوج هیاهو حضورت آرامم میکند. اولین بار که در وجودم حست کردم گرمای بودنت تسکین غم بیخبری از پدرت بود در آن سفر بی بازگشت. امنه کجاست؟ رازی نشد بیاید. چه کنی؟ صندوق کوه برای زن آبستن امتر است. امانت هایی برادرم تنهایش نگذار. برو برو ابو طالب. ابو طالب ابو طالب بیا. ابو طالب بیا. تو رشتر چه میکنی؟ این زخم برای چی؟ سپاه فیل سوار همه شطورهای پدر رو گرفتن. بزرگان طائف هم زادی کردن تو همون خواستن. یعنی اینقدر نزدیکن؟ در مقمس اردو زدن. من بودم و بودم دو شاهد. آنها را اسیر کردند. پدر کجاست؟ برمیگردم. ایستادگی امکان ندارد. چندان مرد جنگی نمانده است. از همه قبایل به تعداد انگشتان دو دست. بودایل هم خبر از گله شتران تان آورده. سپاه ابرهه همه آنها را به غنیمت گرفته. از آمنه بگو. خسته ماندن دارد. او را به فاطمه سپردم. به همه کسانی که کعبه پناهشان است و میمانند رسیدگی کنید. به آنها که میگریزند نیز یاری رسان. کسی را هم پیدا کن زبان حبشی بدان. من عبدالمطلب هستم، بزرگ مکه. عبدالمطلب نه، یه مکه تعلق. نو شما بزرگ مکه‌ای با کلید دور کعبه. من در راه درازم بزرگان هر شهر به پای بوسی من آمدند. برخی کوشش کردن نیک بجا آوردند و برخی نه. برخی رب پشتند و شکستند و خدایشان. برخی نهادم و بخشیدم و خدایشان. اما کعبه مقصدی است که از آغاز داشتم برای شکستن. آمده هم بشنوم بزرگ مکه و کلید دار کعبه چه کاهش آورده است. اکنون کاهش میپذیرم در میدان جنگ نه. این خواهش من است. یه نیف لاغوت نه. سپاهیان سردار 90 شتر مرا به غنیمت گرفتند. یعنی تا دروی زتن اگه ملوچین وصلو بینید.
جنگ نکرده غنیمت ندارد. تورنس های درگ به مرکنینت هایی ازم. پس بگویید شتران مرا باز پس دهند با شتربانم. سلزی گمالو چه ناسمه لسلی یه گمال تباکیو چه نم یال تورنت یال فیلمیه جنگ نکرده فتح نکرده ببهم تیگر مله. از چشمم افتادی بزرگ مکه. انت مکه تلک کوهش تو از سردار فیلسوا نجات شتارانت بود نه شفاعت شهر و کانه خدایت. خدای مرا چه حاجت به شفاعت من؟ یعنی گیتا که نمینر دتای فرلگم. من فقط مالک شتاران هستم. یعنی بله میتونت بگی مالو چه بچه لینو. شهر و خانه خود صاحبی دارند. کتما اون نبی تو بله بیتن بود. اینه ابره یشم لیچ یمن استراده به همش نگوست احساس بچینی آیا من ابراهی حکمران یمن امر پادشاه هم در حبشه عبادتگاهی سوکتم درخشان چون کرشید و طلای دیواری از معبدم می شود تمام مکی را با مردمانش کرد. تو پاسخ بده کلید دور کعبه یکعبه ایمان تو پس چرا رونق بازار و دین و آوازه ی کعبه همراه با درجه هم میگردد؟ راز این کعبه چیست؟ من راز نمیدانم. این امسترون علاوکم اما از کعبه میدانم همه سنگ است نه جواهر. بلو کعبه کدینگه اینو تسر را عیده لم که اینکو هیچ حکمرانی به فرمان هیچ پادشاهی نساخته. افتو چاین الف کن بکه اولت چوم لطورنت تزگجو کیملو چون مل سلت. میگویند اتراک تمام برای حمله آمده شوند. شتورانش را پس دهید و شتور بانانش را ماشن نفن لمایت کمه تا اسکتوات گیزه بیت چای کرنیا. از سپاه من دور شد. این شتاران نزد تو حاسوب امانت هست.
وعده خداوند بران بود تا فیلها به حریم مکه وارد نشده و به کعبه نزدیک نشده. Ahora, Rosa, ayer me las puse y ya hoy
از بنه اسرائیل فیموتو و یو مارادونای میسینن با به زرخ زیر نمو ها فیو بخار بارن به اتخ میری و دت بودش میری نوشتن لبو افخوبم آمین کل کدوشم بیا دیخا بخم تو بولدرک نیخا ایسا میدم بودیخا تو را سیوانا رو موشه مرا شکر خیلی دیم چون روی نشان دیانت بودی خیلی و آج آمین آنالشون همه را غذا دهید.
کسی گرسنه از این سفره نرود. خوش آمدی برادر. گفتن ولیمه خیشان و بزرگان. هنوز پدر را نشناختی؟ بشناسم که بنشونم سر تهمانده سفره ریزخارا. از هر عزتی میگذرم خودم را خار نمی کنم. تو دیر آمدی، کودکش گرسنه است. بانویم مهلت نمیداد بیایم. خیلی گرسنه است. سفره پدرت را دیدم که از مکه بیرون میزد. شادیانه است برای نوش. تو خوش نداری؟ عزتی است که میخرد برای نوزاد بی پدر و مادری که شیر ندارد. اون وقت کنیز من را برای شیر دادن به آن کودک میبرن. به تو گفتم از این ولیمه چشم بپوش. من به ولیمه نرفتم. رفتی و برگشتی با خفت. گفتی عزت خریده نیست. رفتم که از حراجش جا نمونم. چه شکل بود؟ شبیه عبدالله؟ ندیدمش. نگفتن شباهت به کی برده از این خاندان؟ هیچ کس را ندیدم. این هم سهم تو از حراج. عزتش سهم یتیم عبدالله شده، هشت عموی دیگرش. تو هم فرزند بیار تا سهم بگیری. از تو فقط آب سنم به بغض. همین درد تو منم یا نه؟ درد تو این است که عبدالله نگاهت نکرد و قرعه به نام دل بی صاحب من خورد. درد من این است که چون وجه هاشتی شدم میان بنی هاشم و بنی امیه، از ده پسر عبدالمطلب سهم من نه خوب روی خاندانش بود نه شجاعت. وجه هاشتی که تو باشی، دنیا هاشتی بنی هاشم و بنی امیه نمی بیند. نفرین به تو. همه را وارسی کنید، مرضی نداشته باشن. سر تا پا یک زخم جراب دیدید کل معامله سوخته. استخاندار و کاری سوا کنید. ببینید این از کجاست، کار بلد است یا نه؟ این یکی فروشی نیست. مکه اتفاقی افتاده؟ روزیست از روزهای ربیع الاول. برمیگرد. کجا؟ سفارش من. نحن رعین الراج ایش بشمعی. I am Lodeber Elohim. I am Moshe Melewaish. Efuha Eish Hasot, Efuha Rot Ahayim. نحن لو يخليم لرعوت هار سينا شباب منو موش بلو فران هلوفين بهموشيا نعلمين ملتانا قائم لو ايا فران هي ارتس شغار بابران وابني اسرائيل هجرو اليا كده شهموشيا يوفيا بناهم بعز شهويم بليشم سفك شنو لاز خار بنها نشيم هايلي فان شما مفتعد ماز حيلات هبراء يرضى الجوفا هنوشي فهي بنين واخشاف از اتم يودين دبار ولو سيموكلوم كدي لبعد اوتو انو اسرخين لدعد ليمي مع يودين نولد بن يحودين بمكة مراتين شمويل لو ندفع موئد له فآت حموشيا حموفتا نحك آت شنر پرشان و تخامی و دول خیبر ام هیا بنینو انو اسرخیم لشمو اکریاتو بگیگو انی هلخ لخیبر آره کما یمیم و لفنه خن انی سریخ لفدوک مصاب هیا لدیم هنو لدیم بمده.
اتصاب اتصاب دیگر چه نامیست؟ این نام از کجا آمده؟ در این نام نه تبرک خدایان هست و نه یادکرد پدران؟ در این نام یادی از خدایان نیست؟ در هیچ قبیله چه این نامی سرم نداری؟ نامه هیچ به سری محمد نبوده نامش ستوده است ستایش فرو نامش ستوده است ستایش فرو محمد محمد Thank you.
رنجی دارم. هیچ. جمیله کنیزش را خواسته. سوهیبه تازه آمده. سوهیبه شیر خوردن نوزاد طولی نمیکشه. کار و زندگی بانوی خودش را رها کرده آمده پی شیر دادن بچه. این بچه پسر برادر توست. با جمیله هم زنم. امان بده، مادرش کم شیر است. روز چندم است تو این بازی. سوهیبه کجاست که نمیشه نبد؟ سوهیبه آمنه، جمیله راضی نیست که نیزش بچه را شیر دهد. هنوز گرسنه است. نمیخواهم حرفی از نارضایتی در این خانه باشد. نمی‌کنی دیوانه؟ مرد می‌خوایی؟ بمان. آب می‌خوام. در راه مانده‌ی متشنه. دو منزل جلوتر چه هست؟ حیوان بارکشم تلف شده. آفتاب توان رفتن را از ما گرفته. وقت ما تنگ است. بمانید. فقط جرئه‌ای تا خود را به چاه برسانید. جرئه‌ای. بس ما را می‌توانید در آن سوی ببینید. جلو بیو. بیا. جا می روی؟ مکه. می رویم تا شیرین بچه را با کودکی قسمت کن. عوض نان چند سر آهله. دیر آمدی. نامگذاری گذشت. به بازار دایانه می رسی. بگیر. در این بیابان باید به فکر مشک بیشتری می بودی. بزرگواری کردی مرد. خلوت کن، حرف دارم. زبان ما نمیفهمد. تو زبان ما میفهمی؟ جان به تن برادر زادت نیست از گرسنگی و تا دایه پیدا کنیم تلف میشود. کنیز تو شیر دارد و دریغ میکنی. بهایش را بگیر یا قیمت بگذار و کنیز را بفروش. کنیز را هدیه کردم بزنم. هدیه را نه پس میدهند نه میفروشند. زنت پدر جمیله عروس توست. از او بد نگو که حالا دیگر پاره دامن خود توست. از پاره دامن نه، که از پاره تنم گله میکنم. بنی امیه با دادن این زن به تو، تو را از بنی هاشم خرید. یا نه، خودت خاندانت را به ایشان فروختی. اگر نمیخواستی این وصلت سر نمیگرفت. چرا؟ از بنی امیه بوی قدرت شنیدی؟ از خاندان خودم چی گیرم اومده؟ قابیل نداشت این بخل و کینه که تو به برادرانت داری. ابولهب
החכם הגדול מכיר את הסימנים טוב ומצפך המביך והדיעה שהבאת כאן לבית הכנסת על חאורות של פרם. הסימנים האלה אומרים שעל השער הגאולה, אז אנחנו נראה את האמת בקרוב. אני מודאג. אתה מודאג? יש עדויות על ההיבלדות, אבל סימנים על זכות ומשיח. אומר שחי הודים שחיים במכה מעטים. לא נולד שום זכר בין המשפעות היהודיות בזמן שנינו האורות. כל עוד יש המתנה אז תהיינה אשמעות על הישוע. אנחנו לא הפסיכים להכות ולא שיהר שפלר בין היהודים. אז מה משמעות המתנת היהודים? 200 שנה מגיל לגיל אם המושיע יהיה מהערבים. אין שום תנאים להופעת המושיע אצל אלוהים. אם לא יהיה מאיתנו. משיבה עובד מחתך. הוא יהיה המושיע, אלא הוא יהיה הנשארת שלך. אבתנו שנשאל את אלוהים שיופיע. מצעד יש לי ספק ומצעד. שני יש לי אמנות. האם לא זה דינו של פרעה, כפי שאומרים נאמה משה? אנו צריכים להכיר אותו, זה דין התורה. כי ילד יולד לנו, בן נתן לנו ותהי עם ישראל שכמו, ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור אביעד שר שלום. למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם כנעד יחווה תסבאות תעשה זאת. ואם לא יהיה מאנשינו, איך יכול להיות שיש נביא לו מאיתנו והיה קיים על האמת? האם אתה חושד בפרט היהודים? לך למכה ותעסוק במסר קבוע, וכפי שאישרת וחיית מאמין בבחירות האורות בפרן, תחפש על ילד יש לו סימן השלטון על כתפיו. הסימן שהיו שאר הנביאים נושאים על כפות ידיהם. הערבים לא מאמינים בהמתנה למושיע. באמת זה הנשמה הגדולה ההיא, כפי שהסימנים אומרים. הילד הוא כמו האוצר שיגל אותנו מסלנו. תמצא אותו. من با آتنا میانم. Thank you.
خالص کسی ما رو به دایگی نپذیره. از پشم گوسفند هایی که آوردیم فقط همین در آمد. چه باید بکنم؟ نمیدونم. این جمیل که جان برگشت ندارد. راضی باش میبرمش بازار بلکه دستمایه ازش در بیاید. بابت هشتگی نمیدهند. فقط دخترمان آزرده میشود. چاره ای ندارم حلیمه. بیا بانوی من سخت پسند است، اما هر کدام را انتخاب کند مزد خوب میدهد. هر دو بیایید. بی خود دور شهر نگردانش، همین یک پر گوشتم آف شد. بدنش هم زخم دارد. به قیمت گوشتش بدهی مشتری. اجرت زب هم نمیگیر. پوستش هم مال خودت. کاری کن بانویت مرا قبول کنم. بچه هایم بی کسند و به نان محتاج. با ما هم سفره نمیشوی؟ به دلم افتاده بود مهمان میرسد. نگران نباش، اهل خانه میآیند تیمارش میکنند. خوش آمدی. بیا تو. خوش آمدی. بفرمایید.
بچه رو آنجا بگذار کمی استراحت کن. برو. شیر ندارم. در این چند روز هر دایی آمد سینه‌اش را نگرفت. شوق مادرانه است برای شیری که او پذیرفت. تو چرا گریه میکنی؟ این سینم خشکیده اما تا به دم گرفت همه شیر شد. نامت چی؟ حلیمه سعدیه. اصلی نمر شزه زهو نکی یه یلی میشی مزه تا یل یل دیه دو ببرخاتو بایی و یش لو سیمان حیله کتف شیلو بایر های فشاه زود فتحت هشامش هزور فتصود هاو مهود سامو جلدی هنت زل همینی کد به بایتی حیر او بمدبار تابسو بایر او به بایتی حیر لخ 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 او دمار دمار میدانم آسان نیست دل کندن از محمد. هنوز دلت میکنم نمیشد جای بردن محمد دایه بماند. دایه شوهر دارد و فرزند چگونه بماند؟ کاش اجازه دهید من همراهشم برم. هم صلاح تو و هم صلاح محمد در این است که او تنها برود. نگران چه هستی؟ این وقت ما بوده. من این خاندان را می شناسم.
من هم هر فرصتی را برای دیدارش مهیا میکنم. دو ماهگی محمد آغاز یک سفر بود و چه شگفت‌انگیز برای همه ما، اما غمبار و طاقت فرسا برای آمنه. باز کنید برای دوری شیاطین و ارواح بد از کودکانتان. باز کنید. خسته راهی؟ بله راه سختی. نمیست زاده محمد بارشو به هم زمین بزن. چشاتون رو باز نکنید.
سازهای گذشته خود را بسوزان، تمامی قلاب سازهای گذشته را به آتش بسپار. اجازه ندهید حیوانات به چاه‌های اصلی شهر نزدیک شود. برای آنها از چاه‌های خارج از شهر آب بیاورید. تمامی تاجران شهر انبارهای پارچه خود را بگشایند و آنها را میان مردم به قسط تقسیم کنند. برای گندم به سمت کار خود، اگر مریضی دیدید از مردم جدا کنید. ببین میتوانی چند شطور و اسب برای من مهیا کنی؟ گندم و پارچه آوردم، ناقابل است. براک و پوشاک در این روزگار از زر ناب کارآتر است. و چگونه به جبران آن برایم؟ جبرانی در کار نیست. وقتی شما آنچه دارید میان خود و یهودیان به تساوی تقسیم میکنید، تنها عدالت کلیددار کعبه ابراهیم است که مرا به این کار واداشته. فرقی بین ما نیست. اینان ساکنین این دیار و برادران ما هستند. حق همجواری سرنوشت ما را به یکدیگر پیوند داده. این هدیه به پاس نیت توست. برای کودکان این شهر، کودکی که در شب ستاره باران فاران به دنیا آمد و گمانم تو نامش میدانی. چیزی نمیدانم. ارزش کالایت را بگو و سکه‌اش را بگیر. تو می‌دانی. مشغول شوید. محمد باید فردا به سعدیه برگردد. او تنها نمی رود. تمام کودکان باید مکه را ترک کنند. مشغول شوید. میدانی چقدر محمد را دوست دارم؟ همه عمرم به فراق گذشت. فراق میان مرد دیروزم عبدالله و مرد فردای محمد. حالا که مادران همه همراه کودکان خود میرونم، بگذارید من هم همراه محمد باشم. دوست داشتن طاقت رنج میخواد. چون دوستش داری بگذار ناشناس بمارد. این کودک برای همه برکت آورد، ولی سهم خودش کن. غیر دوری و رنج رمزی از عشق. بیشای کسی بیش از من تو را دوست دارم.
کدام یکیست؟ آن که لباس سفید بر تن دارد. چه میخواهید؟ در راه مانده این نان و آبی اگر باشد. شایما برایشان کمی آب بیاور. از آن بچه چه میخوایی؟ صفا چادرهای من همین نزدیکیست. آب تنو بخورید و بروید. همسرم بیمار است. دمی بیاید و شفایش دهد. گفتم بروید. هر چقدر پول بخواهی بهتان میدهیم. فقط صفا روزگارتان را سیاه میکنم اگر کلامی بیش بگویید. بروید 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 بروید. زود پدرت رو خبر کن. محمد را به مکه میبرم. او را آماده کن. پیش از سلو میرویم. محمد من توشه ای رایتان است. بده به دست پدرم. هیچگاه خود را از او دور نکردی. حلیمه هیچ زنی را به خانه راه نمیداد. کسی نباید از آمدنش با خبر شد. بگو توشه مهیا کنند. من او را با خود به جای امنی خواهم برد. آمنه، بعد از رفتن من او را خبر کن. از حارس پذیرایی کن. زود برمیگردم. Thank you.
محمد مرد، به غار حرا خوش آمدی. با تنهایی عظیمش، با پاکیش و سکوتش. چه بوی خوبی دارد هوای اینجا. در راه تند آمدی، نگران بودم که تو را گم کرده باشم، اما انگار راه اینجا را بهتر میشناختی. دلتنگ مادر هستم، کی میآید؟ اینجا آمده ای منتظر او باشیم برای یک سفر. سفر؟ سفری برای دیدار اقوام. فرزندی که سالها از هم دور بودند، در صفحه‌ای که به دیدار اقوام به یثرب می‌روند، فرصت ظهور و تجلی می‌یابند. ایش اکفاری هاو افی حرد لمکه بلی یل اله حسوس حیمه تامه کیره تخشم شلو محمد چشم خوش بیده است چشم خوش شده است اطراق میکنیم گیره آب را بگذارید گیره حیوانات و انهانت به حیوانات آب از آن بوتا میخواهند؟ در این سرزمین خشک خداوند به فرزند ابراهیم آب را هدیه داد. به او فرمان داد تا کعبه را از سنگ بنا کند و آیین یکتاپرستی به جای بیاورد. مردم این دیار به جای پرستیدن خداوند یکتا فقط کعبه را دیدند. سنگ های آن را با خود بردند تا هر طور میخواهند بپرستند. این چنین خدای ابراهیم و آیین او را فراموش کرد. و آن آب از جوشیدن ایستاد.
روشنای چشم من آمنه. هزاران شو که پس از سالها دوری دیدارت نصیبم شد. دوری و دلتنگی بهانه بود برای دیدارتان. چشمان تو یادآور عبدالله است محمد جان. خوش آمدی آمنه. خوش آمدی. خوش آمدی. برید داخل. بچه ها محمد مهمان شماست، مراقبش باشید. اینجا پدرت خفته. بچه که بودم آرزو می کردم دستم به آسمان برسد و نمی رسید. از میان میوه ها میوه بلندترین شاخه درخت را می خواستم، آن که به آسمان نزدیک تر است، درست مثل آن سیب. اولین بار که پدرت را دیدم نوبرانه بلندترین شاخه درختی بود که دستی به او نمی رسید. مردی بود زیبا، با وقار و پاک دامن که آفتابی بر چهره داشت.
خدا نظر آمنه را پذیرفت و عبدالله را نصیبش کرد. هرچند عمر این وصال فقط دو ماه بود، مثل خواب شیرین. ها مادر، برایت سیب آوردم. ساریکه، چشمات را بیشتر باز کن دخترم. سختی راه برای حالتون خوب نیست؟ حالم بهتر است، توان راه را دارم. باید امانت عبدالله را برسم. بیش از این اصرار نمی کنم، برایتون دعا می کنم. محمد من، اینجا را خانه دوم خود بدم. دلم برای این شهر تنگ می شود. دل ما هم برای تو تنگ می شود. سفرتون بی خطر. حرکت کنید، حرکت کنید، حرکت باید از حال محمد آمنه با خبر شدم. در خواب تشنه جرعه بودم، اما لبان تشنه و بدن بیجان محمد را در آب فرو بردم. تعبیرش را نمی دانم. آب؟ حقم جوابی ندارد، دلم هم بی جواب آرام نمی گیرد. تعبیرش رفتن توست، عجله کن. مطلب، چرا این همه هراسانی؟ گفتیم شده حرامیان بازگشتن. راهزنان؟ روز نبودن. روز قبل ادهی به کاروان هجوم آوردن، اما نه در پی کالایی. در پی آشکارا به دنبال مادری و کودکی میگشتن. محمد،
آمنه، آنها کجا هستن؟ در بین راه آمنه حالش بد شد، ناچار او را به روستای عوا بردیم. عوا؟ به مهاجمان چه گفتید؟ نام روستا را نبردیم، گفتیم بازگشتن به یثرب. بزرگی کردی. برویم. آنچنان میبارید انگار تمامی ندارد، ولی بالاخره تمام شد. حالا ستاره ها میآیند آنقدر پر شما رو بازی گوش که انگار بی پایان، ولی سپیده صبح که میآید عمر آنها نیز به پایان میرسد. این دنیا یک روز تمام میشود، اما تنها چیزی که میماند محبت و دوستی است. مثل بوی خوش دست تو که از یثرب تا اینجا هنوز همراه توست. تنش خیلی داغ است، تبش نمیافت. داغ
تو را به خداوند یکتا می سپارم. هایم امر لخم شها آدم ها هزود گولا لخم ولو یک گروب با آناشین بلا بیخم حقیقا الانو هدستت راوت به مکه اشتایی از سوال هستو هاریم هدو های های آبیم لفتر به مکه هایم اتاروه شزر مشارتت های آبیم هدت چلانو لورت سه سهر بیش بیل اش آر و هدابار حسن مستریخ لحد حسیخ به حخمه ام هگوی ها چکت شلخم هی اشت ستریخ لخابود و تلف نشت استروف اتگل هیوب دی سرخ لخابود ات هایش حسود و خول میشی ایلا به اودا میشه زرک اول لشمای نفل آل روشو על דק שועקידה, בצץ שלך, כל עוד אומר לדע פחד מלמדה. بوتانو پدر محمد مشرکان به رسم جاهلیت به گرد کعبه میگردند و این عبادت کهن را با آداب شرک و بت‌پرستی در هم میختند، اما ما همچنان حج را که میراث ابراهیم خلیل است به آیین او به جا می آوریم.
خوش آمدی. فخر میکنم که تاجر بزرگ مکه قدم به خیمه من گذاشته. مرد صحرا و این تجمل؟ راست بگو، کجا گنج پیدا کرده؟ برد ما را در شأن مکه ندانست، به ناچار مروارید دریا را در بیابان عرضه میکنیم. نه من خریدار آن گوهرم، نه پدرم خریدار وسادت من. ما من خیبر گوهرشناسیم. شنیدم پدرت در بستر بیماری است. اصالتی داشت، امور و حجاج را به پسر دیگرش سپرد. شاید موسم هر جاینده منعی برای تجارت ما و مکه نباشد. می شود این سفره اولین سور پیمان ما باشد با بزرگ قریش. برای عیادت پدرم را همراهی کن. ما را تنها بگذارید. برای سلامت شما میدهم 10 شتر قربانی کنم. دلم برای گرمی دستان شما تنگ شد. هرچند همیشه شما از من دور بوده اید، ولی شما پدرید، پدرید و بزرگ همه. دلم نمی خواهد گرمای دستانتان از من دریغ شود. خود بد راه ندهید، کسالتی ناچیز است. نگران محمد هم نباشید، او برای همه ما عزیز است. تون رو گرم میکند. روزگار شیر از این کودک دریغ شد. از این کودک یگانه محافظت، او بوی پدر نشنید و مزه شفقت مادر کاملا چشید. او را جگرگوشت بدون ما
مانند فرزند خودم. از تو فرق پول مرا بیاور، زنت را ببر. ارباب بد آوردم، در گله هم مریضی. من نه مریضی میشناسم نه بوز، تو را میشناسم. رفع پول من همین است، پرتش کنید بیرون. ارباب سفر کن. سلام بر عموی بزرگوار. قد کشیده سوایبر را به بچه هایش ببخش. او قول داد در مدت معین دو برابر پول را پس بده. زنش را هم گروه پول گذاشت. زنش را آزاد کن، او روزی کمک تو را جبران میکنه. او چگونه؟ او که توان ندارد. آن زمان که برایم کار میکرد نان زن و بچهش را میدادم. دمه کرد و پول خواست تا خودش کار کند. من توان وقت بد او را نمیدهم. فرصتی به من بدهید عمو تا قرضش را بپردازم. اگر نتوانستم برای شما کار میکنم. تو؟ چه کسی ضمانت تو را میکند؟ ابو طالب؟ مگر من که محمد امین است. ضمانتش راستگویی اوست. امروز روز بزرگی است. محمد پا به خانه گذاشته. یک بار برادرزادت چیزی از تو خواسته، بگو در میدان دست نگه دارند. چرا معطلی؟ زنش را برگردانید.
صبیبه کنیز من بوده. قرار است بابت آزادی او محمد را بیشتر ببینی. این عهدیست شایسته. پیمانت یادت نرود؟ سر پیمانم هستم. کیستی؟ دختر شماست نه؟ خیلی شبیه شماست. چشمهای قشنگی دارد مثل خودتان. کاش عمرش دراز باشد و بچه هایی بیاورد و چشمهای شما بر زمین باقی بمانند. خوش به حال شما که دختر دارید. دختر رحمت است. عبدالرضا چه کالایی در مکه به جای مانده که در کاروانت نیست؟ تنها چیزی که مانده دین محمد است. بابت مادری که آزادش کرد. کاروان بزرگی است. از شمارشان خسته شدم. حور نیستم. محمد رو هم با خودش میبره. مهم نیست. حقش این بود پیشتر محمد رو از پدرت میخواستی نه از برادرت، تا اینجور درمانده تصمیم او نشوی. راحتم بگذار. نمیتوانی در پستوی خانه بشینی و لباس الوان بپوشی خود را بزرگ قریش بدانی. اگر نامیس برازنده چرا بر تن ابو طالب است؟
برو کنیسه و سراغ باروخ رو بگیر، بگو این پیغامیست برای ساموئل. اینه که قلوم یا اوگیلی بوته به آن ما زیده تراخم ماریا لبریاتو دخازی لپرغانه برگالت اونانای ممونلونه لبشیاتی نرون آتی و جورا آل ایبالتا عربتا؟ گفتند بزرگ این کاروان عرب شما هستی؟ بله. بزرگ این کلیسا خواستند به شکرانه این روز باشکوه مهمانشان شدید با همه همراهانتان. عمون جان دعوت ایشان رو بپذیر.
این حامی نیازمندان فرزند شماست؟ محمد مانند فرزندی مهربان با ما زندگی میکند. فرزند برادرم است. برادرتان؟ این هم نشانه است. او تنهاست و چتر خداوند بر سرش. مقصودتان چیست؟ خداوند در کلامش به سرور ما بشارت داد تسلی دهنده دیگری به ما خواهد داد تا پیش ما بماند. به آن تسلی دهنده؟ او کسی است مانند فرزند انسان اما با روح راستی. او بر سرور ما شهادت خواهد داد. اشارت است بر ما روح راستی که جهان او را نمیپذیرد زیرا او را نمیبیند و نمیشناسد، اما شما او را میشناسید. او پیش شما میماند و در شما خواهد بود. چون آن روح حق بیاید زیرا که او از خود سخن نمیگوید، آنچه را شنیده است بر زبان میراند و خبر از آینده شما میدهد. سلام. خوش آمدی مرد جوان. چرا با آنها طور رفتار نمیشه وقتی برای خود میپسندید؟ گناه از ماست. این منصب برپا شده است تا بخشایش به طلبیم برای گناهکاران، حالان که گناه همان قفلت است از بیپناهان. و اما سخن شما غبار از آینه کلام پیشینیان میگیرد. مسیح فرموده است با مردم همان کنید که میخواهید ایشان با شما کنند. این هم نشانه است مرد جوان که نگاهت از این عبادتگاه و شکوهش می گذرد و ردی از انسان و رنجهایش می جوید. آنگونه که خدا می خواهد. این کلام هم همون کلام مسیح است به زبان دیگر. نخستین تعلیم ما آن است: بدانی خدای تو خدای یگانه است. خدا را کجا می یابید؟ در دلهای شکسته. بگویید خوشا و خجسته باد او که با نام خداوند می آید. در این گوشه عالم بیش از هر جای دیگری فرستادگانی از جانب خداوند آمدند. من قرائنی دیدم در این سرزمین از کینه قومی که هرگز برگزیدگان خویش را تاب نیاورده است. آنها به زبان منجی را طلب می کنند و به دل وحشت دارند. به سوتهای کوچک خو کردند و از برآشفتن جهانشان میهراسند، همه از سر جهل. میترسند منجی بیاید و انبیا و کتب پیشین را باطل کند. نمیدانند که او نه به ابطال که به تکمیل میآید. ظهور او پر از نشانه هاست. یکی از آن نشانه ها را بگو. یکی نشانی که میان دو کتف خود دارد. دیده ای؟ هاری میدانی چیست؟ نشان نبوت. گوش کنید، این راه پر خطر است. صدر را همینجا رها کنید، به شام نروید. به مکه باز کردید و از او محافظت کنید. به هر آنچه از کاروان برایتان بماند باید از زمین مصرا خارج شوند تا سپاه حکومت هم نتواند آنان را حمایت کند. با
گفتی تصفیه حساب قومی قبیله ایست و کسی نباید زنده بماند. پس از مال آنها چه میخوایید؟ تنها نجات گم شده ای از میان ما. سلام هرشتاین مستر شنا شافگی از مالها امود و انیه و شفرک قالت سلات عناشم شدی تدرشه الهی مامار لموش نشلا لخا نبی مخم نهاهیم شلخم تشمه اولو و از ما نیست اشمول انی متعال گفته بودی تنها مردان عرب حامیشان هستند نه این سپاه رومیا دینان پر قدرتند و کاراز بوده این را به جایی نمیرسد نفرات بیشتری اجیر کن بماند بعد از نبرد بین خودمان بماند با 3 نفر از کمانداران از جلو بروید و مردانی را برای نبرد اجیر کنید اگر کسی نیامد در تنگه کوهستان منتظر بمانید برو جماعه سایه به سایه پشت سر کاروان بروید حرکت میکنیم بحیرا چه تدبیر خوبی اندیشید که ما دیرتر از کاروان اصلی دیر را ترک کنیم بیره ها در بیره ها سوارش را کجا با نهاده و گریخته هیچ اسمی سوارش را نمی گذارد و بگذارد مگر هم که سوار خود گریخته باشد
میمانیم. شطرها رو بخوابانید. مردان شما کجا هستن؟ دریا؟ نه زخمی است، طاقت سفر ندارد. آنها را کجا بیابم؟ هرچه داری میانشان تقسیم کنید. ما را همان اندازه بس از تا به قدیر برسیم. Hey!
پدر جان، پیامبر شما را می‌خواند. محمد پیامبر خدا مأموریت یافته تا پیام پروردگار را به بانگی بلند به شما برساند. پیام خدا بر محمد که سلام و درود بر او باد این است: عهدنامه تحریم مسلمانان دیگر باقی نیست. همان پیمان نامه که سران قریش بر آن مهر نهادند. پسر عبدالمطلب، پسر عبدالمطلب، پیمان نامه را او نبسته تا بخواهد رای به اتمامش بدهد. قبایل قریش بزرگانی دارند، خدایانی دارند. کجاست خدای نادیده محمد که جرأت کند در مقابل خدایان ما بایستد؟ لات و عزا و هبل برای این مردم برکت و امنیت آوردند. خدای محمد برای پیروانش چه آورده جز فقر و فلاکت و گرسنگی و مرگ؟ پسران عبدالمطلب، همین بود واگویه های مردی که از جانب خدا حرف می زند؟ پیر و جوان، زن و کودک را به میدان کشانده اید که پیمان نامه قریش را بی اعتبار کنید؟ در ملای عام بگویید کو حجت شما؟ کو حرفی که بشنیدن بیارزند؟ و چون حجتی ندارند، پس بدان ابو طالب، پایان این پیمان نامه زبانی است که من بخواهم، که بزرگان قریش بخواهند. اگر جز این باشد، پاسخ مکه به شب جنگ است و شمشیر. با کدام پیمان نامه بیرق جنگ و ستیز برافراشته اید که را از سران خود نمیخواهید پیش از آلودن دست ها بخون پیمان نامه ای را که در خفا نوشتند بر شما آشکار کنند؟ شاید براستی مردم را محرم خود نمیدانید. خداوند بر فرستادهش وحی کرده پیمان نامه ای بر جا نیست. موریان ها آن را نابود کردند. اگر جز این است آشکارش کنید. این عهدیست آشکار. چیز و ساهران از اهنامی سربسته با خبر است. عصای موسا را هم چوب ساهری دانستن، آورش نکردن، جادوگرش نمیدن، ولی او پیام آور خدا بود. جز خداوند یکتا همه چیز باطل است و فناپذیر.
ای مردم، این را نشانه دعوت حق بشمارید و به خدایی رو کنید که بی همتاست و نامش پایدار. من پیمان نامه‌ای نمی‌دونم که ما را پدر نماند. نشانه پیروزی آنهاست ابو سفیان. بیش از این تردید نکن، تیغت هنوز میبارد. تا وقتی ابو طالب حامی محمد است سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.